سلام هموطنان عزیز، شامتان بخیر. خدا کنه با عافیت باشین و زندگی براتان لذت بخش باشه. من سید عبدالله حسینی در برنامه زندگی موفق امروز خواستیم موضوعی را سرش بحث بکنیم که برای ما و شما دوستا از لحاظ شخصیتی بسیار ارزشمند است و کوشش داریم که بحث جالب داشته باشیم در مورد شخصیت سازی، چون زیاد انسان ها هست کوشش از این را داره که از خود یک الگوی خوب بسازد، اعمال نیک را انجام میدن، اما متاسفانه در جامعه قابل قبول نیست، دوستا او را قبول نمی کنن. دلیل چی است که او دوستا البته راه درست را برای شخصیت سازی خود انتخاب نکرده؟ چون شخصیت همه چیز ما از لحاظ ظاهری، از باطن ما و غیر از خدا دیگه هیچ کس خبر نداره. ظاهر ما بیانگر همه چیز ما است و حرف اساسی و حرف دقیق در ظاهر ما امان شخصیت ماست. ما شاید در قلب بسیار آدم نیک باشیم، اما چون شخصیت خود را درست به اصولش تطابقت نداره، از اون خاطر است ما را در جامعه قبول نمیکنه. پس چی بهتر است که ما و شما شخصیت خود را بسازیم. شاید در درون خود بسیار آدم نیک باشیم، اما نتانیم امونیکی خود را درستر برای مردم ابراز بکنیم. پس لازم اینجا چی است که ما شخصیت خود را بهتر و خوبتر معرفی کنیم. اولین سوالی که در ذهن دوستا میگرده که ما چگونه میتونیم شخصیت خود را مثبت بسازیم. دلایلی که یک شخصیت مثبت داره کدام است که ما اول باید تفکیک بکنیم شخصیت خوب را با شخصیت خراب یا هم منفی. بعد از اون میتونیم ما بگیم که این کار در وجود ما هست نیست و بعدا سر شخصیت ما کار بکنیم. اولی که هر آن شخصیتی که مثبت باشه، بیاین اول مثبت گرا باشیم، اول بهتر شه بگیم. اولی که به دیگران توجه میکنه، خودخواه نیستن. شخصیت هایی که معمولا مثبت است اگر در طرز صحبت باشه، در طرز تفکر باشه، در حالت باشه که ما در یک جامعه قرار داریم، در یک بود کاری قرار داریم، در هر آن مکانی که باشه قابل ارزش باشه، در اونجا شخصیت ما معمولا دیگران را مد نظر میگیرن. یعنی بهترین شخصیت او است که در همه کار دیگران را با ارزش قرار بده، یعنی توجه بر دیگران بکنه. ببینید دوستا، هر آن فردی که خودخواه است او دوست کم داره، او در جامعه مطرح نیست. چرا مطرح نیست؟ و خاطر مطرح نیست که او دیگران را ارزش نداره. ما انسانهای خوب زمان شده میتونیم که در لابلای صحبت، کار، محیط، هر از هر لحاظ باشه دیگران را ارزش قائل شد. وقتی که ما دیگران را ارزش قائل شدیم، اینم اینجاست که شخصیت ما پیش دیگران مثبت است. دوستا به یاد داشته باش، اگر میخوای شخصیتت بالا شد، خود را پایین محسوب کن، دیگران خودت بالا میبری. و اگر خود را بلند بسیار محسوب کردی، دیگران سرش بد میخوره و خود را پایین میکشن. پس بهتر است که ما همیشه دیگران را بلند و خود را پایین محسوب کنیم. خود به خود دیگران از این خاصیت ما را خوششان میه، ما را بالا میبره. یعنی انسانی که معمولا میخواه خود را با ارزش خطاب بکنه در جامعه، باید همیشه یک خاکی بودن، ساده بودن، زیاد غرور نداشتن. این موضوعات است که ما را معمولا بهتر جلوه میدن. هر آن کسی که شکسته نفس است، شخصیتش قابل قناعت اکثریت مردم ما هست. پس بهتر است که ما خود را بسیار نرم، بسیار شکسته محسوب کنیم. حرف دوم، کلمات خود را به دقت انتخاب کنیم. بعضی دوستا هستن که یک کس را بسیار دوست داره، بسیار برش ارزش قائل هستن، اما وقتی که صحبتهای خود را متوجه نمی باشن، آن را با یک کلمه بسیار ساده و بی‌ارزش او را از خود جگرخون می سازد و یا شخصیت جانب مقابل زیر سوال می برد. پس دوستا، این را باید بفهمیم که ما وقتی صحبت می کنیم مستقیم در زبان نباید بیاریم. وظیفه مغز همی است که هر آن چیزی که ما می کنیم یا می گیم و یا انجام می دهیم باید تحلیل بکنه. مغز مصرف نداره،
وقتی که چیز مصرف نداره چرا ما استفاده نکنیم؟ وقتی که میخوایم صحبت کنیم، وقتی که میخوایم یک کلمه را به دوستای دیگه خود انتقال بدیم، چرا متوجه حرف خود نباشیم؟ زبان ما چرا دشمن ما شود؟ شاید این قصه ای که در کتابای مکتب زیاد شنیدین شما دوستان، که معمولا این اکثریت نوجوان ها یاد داره، خوب از بهتر است که از این ما شما در بحث روانشناسی امروز هم خود استفاده بکنیم. مگه پاچا گفت برای آشپز خود، گفت برای من بهترین غذای روی جهان من دوش گفته. پاچا پرسام کرد ای آشپز هیچ خوبی داره؟ گفت زبان بهترین وسیله است. میتونی دوستا پیدا بکنی، میتونی مشکلات خود را حل بکنی. و امثال تمام فعالیت های زبان هم برش گفت. روز دیگر پاچا چون آدم هوشیار بود، خواست که معلوم بکنه که بدترین چیز دنیا چی است. باز باش پس فرمایش داد، گفت چیزی را بر من بپس پخته بکن که در دنیا از او چیز خراب پیدا نشه. بازم زبان گوسفند پخته کرد برش. پاچا پرسان که تو آشپز او روز گفتی همین زبان گوسفند که بهترین وسیله است؟ آشپز رو کرد گفت صاحب، از این که چیز خراب پیدا نمیشه، مردم دشمنت میسازه، مردم در مقابلت استاده میکنن، مقابل متنفر بودن دیگران خودت میسازه، همین زبان، پس از زبان که چیز بد نیست. پس ما ببینیم که زبان هم چیز خوب شده میتونه، هم چیز بد شده میتونه. اگر ما متوجه حرف زدن خود بودیم، هیچ عزیز را از خود نمیرنجانیم. و اگر زدن خود نباشیم، متوجه از این نباشیم که از دهن ما حرف خوب میبره یا خراب، در اینجاست که ما زیاد در ازای خود را از دست میدیم. پس بهتر است در زمان صحبت کردن بسیار متوجه باشیم که اینمی زبان نشه که دشمن جان ما شود و در حرف نابارز بیارزش که قابلیت یک ارزن نداره ما دوستای بزرگ خود را از خود از دست خود بدیم. پس بهتر است که زبان حرف زدن و هر کلمه خود را بسیار دقت بکنیم و دوستا را نرنجانیم. این مشخصه دومی است که معمولا شخصیت هایی که مثبت هستند این ارزش را قائل هستند. حرف سوم، انتقاد و شکایت کم بکنیم. دوستا شکایت کردن دو جنبه داره. ما به حیث یک کسی را که زیاد دوست داریم و بسیار برش از لحاظ انسانی ارزش قائل هستیم و نمیخوایم او اشتباه کنه، معمولا انتقاد میکنیم. این کلمه خوبی است و اگر از دوست باید همه تو باشه اشتباه ما را اصلاح بسازه و ما را شخصیت ما را در جامعه مطرح تر بسازه. چقدر اشتباه ما کمتر شد، اشتباه خود را بگیریم، اما چقدر شخصیت ما پیش مردم بهتر و بهترتر شده میاد. اما بعض انتقادات هست که همیشه بالای یک دوست بود، همیشه بالای یک کس انتقاد میکنید. شاید او آنقدر اشتباه بزرگ نکرده باشد، اشتباه بسیار کوچک باشه که هر انسان میکنه، اما ما خود جامعه کمالات منصوب بکنیم، هر لحظه او را تحقیر بکنیم، شکایت بکنیم، انتقاد بکنیم، اینجاست او آخر از ما دل سرد میشه. یعنی ضربه زدن به شخصیت خود ما. هر آن کسی که در جامعه امروز مطرح است زیادتر کارها را دست خود انجام داده، زیادتر به فکر دیگران پیش نرفته، زیادتر امید از دیگران نداشته. چقدر امید ما از دیگران کمتر بسازیم، خود ما دست بکاشه، اما قدر باور بکنیم انتقاد شکایت از ما کم بشه. ما زمان شکایت میکنیم که یک چیزی را به یک کسی بگویم که کار انجام بده یا این چیز را انجام بده و او را به طبع دل ما یا به خواهش ما و یا هم به مفکوره ما او را انجام نده، در او زمان ما از او شخص چی میکنیم؟ شکایت میکنیم. از بهتر است چقدر عمل کرده اعمال خود را، چقدر عملهایی را که خواهش داریم خود ما انجام بدیم، اما قدر شکایت و انتقاد ما کمتر میشه. هر قدر از یک کس شکایت کرده بری آخر در مقابل تو خسته میشه. یک روز شاید تعاملت کنه، دو روز شاید تعاملت کنه، سه روز، اما زیادتر دوام پیدا نمیکنه. آخر یک روز ازش خسته میشه، این چی آدم است؟ تیر من از دوستی ازی، تیر از خوبی ازی. بالاخره بالای شخصیت خودت منفی گذار میشه. یعنی اشخاصی که شخصیت مثبت دارن زیادتر شکایت نمیکنن، زیادتر انتقاد نمیکنن، کوشش میکنن انجام دادن عمل به دست خود بگیرن. اون او برش بهتر است و شکایت و انتقاد خودش با این راحت تر میشه. مورد دیگر، باید انتقاد پذیر باشه. چون انسانی که میخواه پیشرفت کنه معمولا چقدر ما کار بیشتر انجام میدیم، اما قدر که خوبی هایش بیشتر میشه، اما قدر خرابی هایش هم زیاد. اینه باید قبول بود. چون یک کار را که هیچ وقت از نهی تجربه نکردیم، بار اول انجام میدی و میخوای او را بیشتر و بیشتر انجام بدی تا که مطرح شوی، تا که بتونی که خودت قابل قبول جامعه باشی،
و چهره شناسا برای جامعه باشی. پس معلوم دار که خوبی های یک کاری که در زندگی تجربه نکردی بیشتر است. متأکد باش که اشتباهات هم زیاد است، چون تجربه معمولا اشتباه را کم میاره. الان کاری که ما تجربه داشت نداریم معمولا در قدم اول و دوم دو اشتباهات بیشتر میداشته باشیم. اینجاست اگر ما انتقاد پذیر بودیم، شاید او را بر ما مهم نیست که شخص مقابل با کدام نیت انتقاد میکنه. آیا میخواه ما را زیر سوال ببره و یا هم به خاطر اصلاح سازی ما میکنه؟ پس مگر ما از او جنبه مثبت داشته باشیم؟ او که هدف هر چی داره و کار از او است، ما باید از انتقاد دیگران کوشش بکنیم نقطه ضعف خود را دور کنیم. همیشه وقتی که انسان در جامعه مطرح میشه، باز مردم اگر مثلا من یک شخص عادی هستم در ابتدا، مرا دو نفر ارزش قائل است. وقتی که دو نفر ارزش قائل است، انتقاد بالای من صورت نمیگیره. زمانی که من کار را کردم جدید بود، اگر 100 نفر متوجه کار من شد، 50 نفر هم مفکوره من است، من را تشویق میکنه دو بار. کار بسیار خوب کردی، کار جدید هست، کار خوب است و من را تشویق میسازد. اما 50 نفر که این کارم برخلاف عقیده و مفکوره و عمل کرده از اوناست یا کار ما برای از اون خوشایند نیست، معمولا او انتقاد میکنه. اگر 20 نفرش دوستای ما باشه که به خاطر اصلاح سازی ما بکنه، 30 نفر مخرب است. او از کدام نقطه ما استفاده میکنه؟ آدم سر کار خوب هیچ وقت انتقاد نمیکنه، همیشه بالای نقاط ضعف ما انتقاد صورت میگیره. می پالا ویدوی ما را سر میکنه، دقیق تر سعی میکنه که تو باش نقطه ضعف از زیر پیدا کنه، اشتباه از زیر پیدا کنه تا که قابل انتقاد صورت بگیره. بعض وقت که نقطه ضعف ما را یافت، بسیار به دقت بعد از او بالای ما انتقاد میکنه و کار ما را میگه که کار شما اشتباه است. پس بهتر است اگر ما اینجا انتقاد پذیر بودیم، اشتباهات ما را که او خودشان بر ما ذکر میکنه به شکل انتقاد آمیز، به شکل شکایت آمیز، ما اونمون نقطه ضعف خود را وقتی که اصلاح کردیم، پس کسایی که کار ما قابل قناعت از و نیست، یا در مقابل کار ما ایستاده است، یا هم بدبین ما هست، و هیچ وقت از ما شکایت کرده نمیتونه، هیچ وقت انتقاد نمیتونه، چون دیگر نقطه ضعف پیدا نمیکنه. انسانی که انتقاد پذیر بود، او قابل اصلاح سازی است، او اصلاح تر میشه، چون اشتباهش بر ذکر میشه و واسطه است نقاط ضعف خود را دور کرده و بالاخره یک شخصیت کامل در یک کار بسیار مکمل پیش میره. پس دوستایی که شخصیت مثبت دارن همیشه انتقاد پذیر هستند. هر فرد اگر لب خندان و مهربان می باشد، او دوستایی را که پیشانی ترش دارن و همیشه چهرهش بر ما از 5 دقیقه زیاد قابل قناعت نیست و چون خسته کن می باشم این پیشانی ترش، آدم 2 دقیقه میتونه از لحاظ احترام متوجه شد و حرفایش را بشنوه، تصویر شبی بینه. اما بعد از 5 دقیقه دیگه مغز ما هم میگه که چی آدم ترش را سعی داری، تیر از نصیحت ازی بگذره. اما اگر انسانی که خندان باشه، لب خندان داشته باشه و زیادتر بکش بکنن که مردم را جگرخون نسازن، همیشه دلا والا صحبت خود خنده مردم بودن، مردم دوستای خود را ارزش قائل شوند و هیچ وقت دوستای خود را از صحبتهای خود خفنه بلکه خوش بسازند، فکاهی از امون خاطر است، لبخند از امون خاطر است که ما از زندگی خود، از طرز صحبت خود کسی از ما خسته نشه بلکه لذت ببره. پس اینجا چی بهتر است که شخصیت های مثبت معمولا خنده بر لب دارند و همیشه خوش میکنند که خنده بکنند، چون خنده دو فایده دارد. اولی که ما را از بود سخنگویی زیر تاثیر نمیبره. مثلا ما در یک مجلس صحبت میکنیم، اگر ما پیشانی را ترش بگیریم و بسیار دان خود را چوچه بگیریم و زیاد متوجه خود باشیم، حتما از ما اشتباه سر میزنه، چون ما بغیر صحبت کردن برای حرکات خود، برای پیشانی خود، برای دان و دست و یای خود متوجه استیم، زیاد فوکس همون سر صحبت کردن ما نیست، از اون اشتباه زیاد سر میزنه. اما هر قدر که ما خود را از لحاظ چهروی آزاد گذاشتیم، خنده بر لب داشتیم، زیر تاثیر نمیریم. چرا زیر تاثیر نمیریم؟ چون اشتباهات کم است. انسان زمان زیر تاثیر میره که اشتباه بکنه و زیادتر متوجه خود میشه که باز است بشیم اشتباه نشه، چون فوکس به صحبت نیست، به اشتباهات خودش است. از اون طرف معمولا اشتباه زیاد است بهش سر میزنه و معمولا زیر تاثیر میره. یک مفیدیتش است که آدم وقتی که صحبت میکنه از لحاظ سخنرانی خنده و لب داشته باشه، یکی زیر تاثیر نمیره، اشتباهاتش کم میشه. و خوبی دیگه که از لحاظ شخصیتی خود ما داره، وقتی که ما لب خندان داریم زیادتر قابل قبول دیگر است.
هر آن کسی که خنداری از بسیار دوست دارد، شخصیت از او چرا قابل قبول است؟ یا او برنامه هایی که ما شما را در تلویزیون ها میبینیم که او برنامه هایی که ما شما را خنده میتن چرا که بیننده داره؟ چون خنده نمک زندگی است. هر آن غذایی که نمک نداشت بهترین غذا هم باشه ما نمیخوریم ره، چون ذائقه نداره. همین گونه نمک زندگی خنده است. در لحظه ای که در برنامه ای که در فامیلی که خنده بود، او معمولا پربیننده ترین برنامه یا بهترین فامیل در جامعه است. پس چی بهتر است که ما اگر میخواییم شخصیت ما در جامعه مثبت باشه، یک لب خندان داشته باشیم که هیچ کس از ما اذیت و آزار نشه. چون هر آن کسی که خنده میکنه و هیچوقت حرف بد به کس نمیزنه، همیشه حرف میزنه که قابل خنده و قابل قبول دیگرا باشه. و او را حتی در مجالس ببینید، یک از اعضای فامیل ما بسیار خنده روی است. او را در هر مجلس کش میکنیم که او باشه، چون شخصیتش قبول کردیم نه؟ وقتی که شخصیتش قابل قبول بود رو کش میکنیم در هر مجلس با ما باشه. او رو باز نام میمونیم به نامهای مختلف که نقل میدان و که چی و که آدم خندروی یا سیکو. اگر شخصیت از او بر ما قابل قبول نمیبود، فقدر خواستار دیگه نمیداشت، در مجلس رو کس نمیخواست. پس خنده همیشه شخصیت ما رو مثبت میزن. اما یک چیز متوجه باشین، هر قدر خنده به مورد نیست، این واقعا شخصیت ما منفی است. یک کسی بسیار جدی یک صحبت میکنه، او داره که یک موضوع بسیار یک حادثه ویر بیان بکنه، اگر ما پخ پخ دو و خنده میکنیم و اینجا با شخصیت ما زیر پای بیاد. پس هر چیز از خود جای و مکان و زبان داره. پس بهتر است که در حدش باشه و در جایش باشه و مرتبط با حرف باشه که قابل ارزش خنده کردن داشته باشه. حرف دیگر نسبت به دیگران برداشت مثبت داره. ما دو نوع شخصیت داریم. در اصل بخون 13 نوع شخصیت است که برنامه های بعدی انشاءالله با شرح شخصیت شناسی هم صحبت می داشته باشیم. از لحاظ مثبت و منفی، یعنی یک کار که ما می کنیم در مقابل هر کار ما، دو نوع شخصیت ظاهر می شه. یکی شخصیت است که او را قبول می کنه و همیشه در مورد دیگرها فکر مثبت دارد. و بعضی هستن که وقتی که در مقابل کار ما استاد میشه و یا بعضی دوست بر ما میخواه نصیحت بکنه، اول مثبتایش نمیگه، منفیایش هم میگه. چون یا اشخاص هستن که در جامعه بسیار زیر تهدید بوده و یا هم افسرده هستن، چون انسانایی که زیادتر حادثات دیدن و دیگرها یار خسته ساختن، باز معمولا یا در مقابل جامعه ذهنیت منفی دارن. هر کس یک کار که انجام میده، ای اول در ذهن خود بدیهای او کارشه فکر میکنه. کی شخص وقت کی کار انجام میده، چی هدف بد در مقابلش داره؟ یعنی هر کار از دید منفی میبینه. پس ما اگر میخواییم شخصیت ما مثبت باشه و خصلت انسانای مثبت فکر یا شخصیت مثبت، امی است که همیشه هر کار را از جانب دیگرا که میبینه یا خودش انجام میده، اول کوشش میکنه که مثبت های از او را فکر بکنه، خوبی های او کار فکر بکنه، بعدن سر حرکات منفی از او میره، بعدن بدی های از او را فکر بکنه. دوستا یک چیز باید متوجه باشیم که اگر میخواین هر کار را که تازه تجربه میکنین که بالای شخصیتتان، بالای اقتصادتان و بالای مدیریت زمان یا وقتتان تاثیر منفی نگذاره، هم بود مثبت شه فکر کن و هم بود منفی شه فکر کن. اما اول ما منفی شه فکر کردیم، با ذهن ما سردی احساس میکنیم در مقابل اون کار ما، با او گرمی که قبلا سرش فکر میکرد با او شکل پیش نمیاد، سرد میشه در مقابلش. اما اگر اول ما مثبت شه فکر بکنیم، با گرمی تمام مغز بالای او کار ما فعالیت کرده میره، مفکوره بسیار خوبه بر ما میده. پس بهتر است که ما خوبی و بدی یک کار فکر کنیم. یک انسانی که اگر میخواه موفق باشه و اشتباهاتش کم باشه در زندگی، همیشه از هر کار بود مثبت و منفی شه فکر کنیم. پس چی بهتر است که ما اولا مثبت فکر بکنیم، بعد منفی فکر. اگر ما صرف مثبت فکر کنیم، شاید اون کار ما از خوبی های خود کرده بدی ها زیاد داشته باشه. وقتی کار انجام میدی، پس کار اشتباه که انجام میدیم، وقتی ما توی میشه شخصیت ما زیر زوال میره،
اما اگر ما صرف منفیش فکر میکنیم شاید اون خوبی های زیاد داشته باشه نظر و بدی هایش. کار خوب را از دست داد یا کار نیک را به از دست دادیم که برای ما بسیار در آینده ها میتونست مفیدیت زیاد داشته باشه. اما اگر ما هر دو جنبه را فکر کنیم، ام مثبت ام منفی را، اینجاست که ما بسیار راحت میتونیم که دو کار خود کامیاب باشیم. بر شخصیت های مثبت یک دلیل دیگه شمی است که همیشه مثبتگرا از در مقابل دیگر همیشه مثبت فکر میکنه نیک منفی. پس ما سعی کنیم یک چیز براتون میگم، چیزی که اینجا میگرده اونمو عمل دست ماست، چیزی که در اینجا میگرده اونمو صحبت ماست، چیزی که اینجا میگرده اونمو قدم ما هست که با اون کار میریم. چون ما مغز مسئول یا هم مدیر عمومی تمام وجود ما هست. به زبان او امر میکنه که اینی حرف بگو، با پای او هم معنی مغز امر میکنه که برو به فلان جای، با دست اونو مغز میگه که با اینمی دست اینی حرکت پیش برو. پس مدیر عامل یا مدیری که تمام وجود ما را متحرک ساخته و به حرکت میره مغز هست. هر آن چیزی که اینجا فکر میکنی اونو عمل هست. اگر خوب فکر کردی باور که اعمال ما خوب میشه، اگر بد فکر کردیم باور که ما اقدام چون در مقابل از او به شکل بد میکنیم پس عمل ما معلوم دار که بد است. پس بهتر چی است که ما ذهن خود را همیشه مثبتگر بسازیم در مقابل دیگران. باور که مثبت فکر کده باری دیگران امرو از اونی که میکنیم زیاد انسانایی که شاید هدف شوم و بد داشته باشه با مفکوری مثبت خودت میتونی وار مثبت باشی. با اعمال نیکی که در مقابل از او انجام میدی شاید مثبت باشه. پس دوستای ما باید ایره بسیار متوجه باشه، ایره بسیار متوجه باشه که شخصیت های مثبت را همیشه دوست خود باشه و همیشه برای دیگران منفی فکر نکن مثبت. خب شنونده خوبی هستن. اگر انسان همیشه صحبت بکنه فقط چیزی را که در مغز خود ذخیره داره امر میشه. من که صرف صحبت میکنم چیزی را من از این زمانی که امیر لحظه با شما که در برنامه هستم از امیر لحظه برداشت من چی است؟ من کدام فایده دیگه به دست نمیارم چون من صرف گفتم نمیشه. فقط گفتم در گفتار چی است؟ اونم چیزی که قبلا در مغزم ذخیره شده، امو ذهنیتی که در داخل مغزم قبلا موجود بوده بر شما میگم. اگر من از شما بشنوم و شما صحبت کنین از لا بلای صحبتهایتان و موارد جدید را در مغز خود میگم. پس اینجاست کلمیت ما بالا ره. شخصیت هایی که مثبت هستن بسیار با علمیت بالا هستن. علمیت صرف نیست که با بگیم در روی کاغذ لسانس است و ماستر است و دکترا داره، نه، او معلومات اضافی است که در مغز ماست. چقدر معلومات زیاد در مغز ما بود اما قدر ما با علم هستیم. خدا کنه 12 پاس باشیم، خدا کنه بیسواد باشیم، خدا کنه ماستر باشیم. حال در ماستر ما انسانهای بد داریم، بی شخصیت داریم و در بیسواد هم بسیار شخصیت های بالا داریم. پس اینجا تحصیل نتیجه مثبت خود را داره 100%، اما از لحاظ شخصیت چیزی که در مغز ما هست با او ارتباط داره. علم دو جنبه داره. یکی علمی است که بر ما در یک رشته مشخص معلومات میده، یکی علمی است که معلومات مغز ما را افزایش میده. هر آن علمی که معلومات مغز ما را افزایش بده اونمونج است که شخصیت ما مثبت‌تر شده میده. چون ما در هر مورد معلومات داریم. انسانی که در هر مورد معلومات داشت و اشتباه نمیکنه چون درک میکنه هر منظوره. اینجاست که انسانایی که معمولا شنونده هستن و چیزهای جدیدی را در مغز خود میگیرن، علمیتش بالا میره. علمیت که بالا شد معلومات افزود شد، معلومات که افزود شد اشتباه کمتر شد، اشتباه کمتر شد شخصیت خودش بالا است. پس اینجا دوستا انسانایی که شخصیت مثبت دارن میگن اما شنونده هست. دوستا وقت که صحبت میکنین فکر کنین یک ساعت
در یک مجلس وقت داریم. اما مجلس که دوستان را چشته زمان بندی شد معمولون دار از لابلای صحبت های دوستان پیدا میشه که برات میگه تا یک ساعت هستم و یک ساعت بعد میرم و پس آن فلان جا میرم. برداشت برات میشته که چقدر وقت این مجلس شما دارم. اگر مجلستان یک ساعت است، کوشش کنید نیم ساعت شد صحبت کنید، نیم ساعت شنونده باشید. از صحبت هایت شخصیت تا دگرا پیدا کنید. چقدر معلومات خوب داره؟ چقدر شخصیت باهنر است؟ چقدر شخصیت بالا هست؟ اینجاست که وقتی نیم ساعت صحبت کردیم، شخصیت خود را برشان نشان دادیم. که من یک شخصی هستم با مغز پر و عینق معلومات. وقتی که نیم ساعت دیگه شنیدی، این برای خودت بهتر شد. چیزهایی را که در مغز داشتی خوره گفتی. پس اینجا چیزهای جدید از صحبت های دیگه پایید. انسان موفق هم گوینده است، هم شنونده. هر انسانی که صرف شنونده است، او شخصیت مثبت نداره. چون هیچ وقت شخصیت خود را ابراز نمی‌کنه. صرف اگر شنونده باشه. و اگر صرف گوینده باشه، او از پیر شدن روزها و ساعتها چیز جدید را به دست نمیاره. اما انسانی که شخصیت مثبت داره همیشه شنونده و گوینده است. که هم خود را میتونه معرفت بده به دیگر از شخصیت خود، معلومات خود را بده، هم این حرف داره و هم در ضمنش ذخیره میکنه برای از هر مکان، از هر محیط بر خود چیزهای جدید و علمیت خود را میخواه بالا. هر فیدگه تشکر و سپاسگزاری را صادقانه هدیه میده. همین تشکر بسیار کلمه ساده است. اما بعض اوقات بر ما بسیار با ارزش است. و با همین یک کلمه ساده ما میتونیم زیاد دوستای خود را راحت بسازیم. یک دوست ماست به خاطر خوشنودی ما یک مشکل ما را حل میکنه. یک کاری که شاید ما را زیاد خسته بسازد دوست ما به خاطر از اینکه ما را دوست داره او کار به خاطر رضایت و آسانی و راحتی ما انجام میده. او کار اگر بر ما انجام داد اگر بی تفاوت بگیریم. او دوست ما میگه کی آدم چقدر غرور داره. ما خود از این خوبی کردم. این کار فرضی بود. من خود او هدف نداشتم. فقط خواستم بر از این مفیدیتش برسه. فایدهش برسه. دوستانه این کار برش کردم. من تاویل نگیره. اما وقتی که میگی یک جان سپاس، وقتی میگی تشکر، او چی میشه؟ میگه به به این من کاری که برش انجام دادم احسانمند ما بود. در کرد که من این کار و این خوبی را خواست بخاطر از اونو انجام داد. چی بهتر است که ما دوستای ما یک کار که انجام میده وقتی که در اطرافشان هستیم و میبینن که ما ضرورت داریم و واد امو دین دوستی خود را ادا میکنن با یک سپاسگزاری بسیار کوچک، با یک تشکری کردن او را هدیه بکنیم. هدیه یا تحفه همیشه گل نیست. همیشه یک چیزی نیست که ما باید کارتن بسته کنیم و گلش یک کاغذ بچونیم و دستش کنیم یک گل بانیم بهش بزنیم. بهترین هدیه سخنرانی هست. بهترین هدیه حرف زدن است. بهترین هدیه یک لبخند است. بس وقتی دوستای ما بر ما یک کار را انجام میده چی بهتر؟ که ما یک تشکری بکنیم، یک سپاسگزاری بکنیم. تشکر بیادر که کار انجام دی، خانه تا آباد. اونجا دیگه هم تشویق میشه، فایده شد اول ما میبینیم. این که شخصیت ما بالا رفت بشه از اون که ولد دوستم خوب آدم هست، اگه خوبی مرم متوجه شد برالاوی از این او آدم از ما دل سرد نمیشه. شاید روز دیگه باز دست ما بند شود، اینمی دوست باز به درد ما میخوره. پس انسانایی که شخصیت مثبت داره یک سپاسگزاری و یک تشکری بسیار ساده را به دوستای خود توفه میدم. حرف دیگه گفتگو میکنم و مشاجره نمیکنم. دوستا این دو کلمه کم تفاوت داره که من اول میخوایم تفاوت شه براتون بگم. یکی گفتگو است. شما سوال میکنین من جواب میدم، یا من سوال میکنم شما جواب میدید. ببخشید مثلا شما سوال میکنید من جواب میدم، این گفتگو شد. یا من سوال میکنم شما جواب میدید، این گفتگو است. گفتگو چیز خوب است. خداوند انسان زبان داده بخاطر از این
که هم افهام بکنه هم تفهیم بکنه، هم بطور مشکل خود را حل کنه و هم بطور مشکلات دیگر را حل بکنه. اما یک مشاجره است. مشاجره باز چی است؟ من صحبت میکنم، سر صحبت من شما انتقاد میکنم، بعد و رد میگین. انتقاد بیشتر گفتیم چیز خوب است، انسان موفق همیشه انتقاد پذیر است. اما مشاجره چی است که بد لفظی است؟ انتقاد کردن با الفاظ بسیار منفی و رکیک که دیگران را از طرف خود خفه میسازه. یا شما صحبت میکنین، من در حالی که جواب نمیتونم فقط چی میکنم؟ توهین و تأخیر کردم میرم. این چه قسم سوال بدی تو؟ اینی باز مشاجره میشه. اینجا وقتی که من شما را بد و رد خدا نخواسته بگویم، و معلوم دار شخصیت من را میگین کی چی را خمادم است؟ چقدر جد آدم بی ارزش است؟ سعی کن من یک چیز درست است که اشتباه گفتم. خب من قناعت میدادی، برای معلومات میدادی، چرا توهین کردی؟ اینجا شخصیت من زیر سوال رفت. و یا برعکس اگر بوده، از دوستا ببینین وقتی که اگر ما میخواهیم که شخصیت ما مثبت باشه و یکی از خصلت های شخصیت مثبت در شخصیت سازی نمی است که گفتگو میکنه، پیشترم گفتم هم میگه هم میشنوه، اما مشاجره نمیکنه. مشاجره لفظی همانا خشونت زبانی است که ما را شخصیت ما را و دوستای ما را کم میزه و در ضمن شخصیت ما را زیر سوال میکنه. حرف آخر در این موضوع یا این سوال که معمولا شخصیت مثبت کدام هست، شاید پراگنی نمیکنه. هر انسانی که وقتی که یک اصطلاح داریم، اصطلاح خوبی است، کاری که در دیدی در نه کاری که در بیرون دیدی در داخل نگو، کاری که در داخل دیدی و در بیرون نگو، اصطلاح بسیار خوبی است. انسانی که شاید پراگنی نمیکنه، شاید پراگنی معمولا موضوعات میشه که دو یک شخصیت زیر سوال باشه. این خاصیت شاید پراگنی است. در شایع پراگنی کار خوب هیچ وقت نمی باشد. وقتی که یک کس خانیش یک تفلک میشه، یک کار نیک است، نه که تعداد یک از دوستان زیاد میشه، یک در زندگیشان یک انسان جدید آمدن و این قابل افتخار است. این وقتی که بیرون انتقال میدی ولی خانه فلانی یک تفلک بسیار مقبول به دنیا آمد، این شایع پراگنی نیست. این کلمه خوبی است. این عادت کل ما داریم که خبر خوب به یکدیگر همیشه چون مجلس ساخته شده از حرفای خوش می باشه، خبرداری که فلانی یک بچه یک بسیار مقبول خانه شد، دخترک که مقبول پیدا شد. اینی امثال این گفتهای شایع پراگنی نیست و این عادت کل ما است. شایع پراگنی معمولا حرفایی است که دگاه به خبر است و او شخصی که او اشتباه را انجام داده، او هم کوشش داره کور مخفی نگاه کنه. اینجا ما وسیله میشیم. مثلا در خانه یک کسی هستیم، شوهر خانم روابطشان کبز را خراب شده، قالمقال میکنه. ما در اتاق هستیم که در دیگه اتاق صدایشان می شوهر خانم بین خود دعوا داره. وقتی که یکی از خانه دوستای دیگه میریم، باز چون ما را میشناسه و دوستی که شوهر خانمی که جنجال که او را میشناسه، خبر داری خور از خانه فلانی رفت. این زن شوهر، زنش بسیار احترامش روی خود نمید، شوش بسیار خشن بود یا ای را ملامت که او را ولای نیکار کرده. خب در اینجا سر شخصیت ما چیکار تاثیر منفی میکنه؟ او شخصی که ما بهش قصه کردیم از زبان ما به یک نفر دیگه میاد، او از زبان ما به یک نفر دیگه میاد، کل آدرس شدیم ما. دوباره این شخصی که این حادثه که در خانه شده بود، به این پس که اطلاع میرسه که کل قریه و کل مردم سرت خبر است که تو بروز کرده زن جنگ کرده بودی و زن تی گپ بد زده بودی یا زن تی کلمه بد و منفی در مقابلت استفاده کرده بود. کی گفت؟ کی گفت؟ فلانی گفت. یادش معنی که او روز در خانه ما این شخص مهمان بود. باور کنید دیگر روز که در خانهش میره، یک شخصیت از این پایین میره که با خدا چای خالی هم دمشه میشه، میگی باز آمد باز شیطانی خانه ما را میبره، نامش شیطان میذاره. و از او خاطر انسانایی که مثبت هستن هیچ وقت شایع پراگنی نمیکنن، چون در شایع پراگنی ها موضوعات منفی گنجانیده شده، چون برای ما بیان کردن از او یا پاش دادن او جالب میباشه. حرف خوب هیچ وقت جالبیت خود را نداره، این را باور بکنید، چون حرف خوب به هر کس میگه عکس العمل نشان نمیده فقط خوش میشه. اما حرف منفی یک کس را وقتی که بهش میگی او عکس العمل بسیار جدی نشان میده، بلخصوص ما مردم افغانستان. به به که در مجلس ما غیبت یک کس نبود، در مجلس ما که یک کس باید اونو بهترین مجلس است که حداقل در یک صد ما پنج نفر دو توهین کرده باشه. به به
کلگی قبول میکنه ولی فلانی راست میگفته اما تو بود خاله غیبت چی در مقابلش با چاپلوسی داریم در مقابلش گفته نمیتونیم این را بیاد داشته اکس در مقابل تلخ گفت و اشتباهی روبری گفت او را پیشانیش ماچ گفت و هیچ وقت او را زست نده بخاطر یک بهترین دوست اما که در مقابلت خنده کرد و در پشت سرت گفت از او که دیگر دشمن دیگر پیدا نداشت چون دشمن صرف این است که جانت را بگیره و کدمرمی بزنه اینمی که شخصیت تا گرفت اینمی که شخصیت از جامعه منفی معرفی کرد و در پشت سر تعرف زد اون قاتل است او قاتل شخصیت تا است صرف قاتل از این است که نفس تا بگیره و تو را از یک جسم متحرک بی حرکت بسازه اینمی که شخصیت از پیش میگیره از این که دیگه قاتل کران پیدا نمیشه چون خودت در حالت حرکت در حالتی که زنده هستی خودت به حساب مثل یک مرده است پس بهتر همی است که ما انسانهایی را که در شوه پرگانی میکنن در پرسر معرف میزنن به خدا رو نزدیکترین شخص زندگیت باشه از بشه او کسی که خودت هر لحظه از بین میبره او شخصی که همیشه خودت شخصیت هر لحظه زیر سوال مندازه و خودش مثل یک رسانه خبری در زندگیت هست که هر لحظه از زندگیت خبر بسازه و به کلگی برسونه خبر بسازه و به کلگی برسونه او رسانه دیگه قطع کن او رو ریموت بی گلش کن به خاطر کل موضوعات شخصی تو حرفای شخصی تو کل بود زندگی شخصی تو در بیرون پراگنده شد او تو دوست باز به درد نمیخوره او که از او دوست نباشه او خبه خواهد شد اما شخصیت خود زیر سوال نخواهد رفت قد رابطه کرده شد خدا کنه بهترین شخص زندگیت باشه مهمترین شخص باشه او باز به درد نمیخوره چون ما که دوست و اقارب و نزدیکا انتخاب میکنیم به خاطر بهتر شدن زندگی نه برای خراب شدن زندگی پس او را باید حذف کنیم موضوع دیگه که برخلاف صحبت های قبلی باید بریم که خصلت هایی که شخصیت های منفی داره خدا کنه این مسائل در زندگی و خدا نخواسته در شخصیت بیننده های عزیز ما نباشه اما انسان هست پر از اشتباهات هست اگر این موضوعات هست تا امروز انجام دادیم در بیخبری نه خدا میگیره تو نه بنده چون در بیخبری هیچ کس مسئول اعمال خود نیست اما انسانی که فهم دربارش پیدا میکنه او را میفهمه که کار منفی است یا ای عمل اشتباه است اون باز انجام میده و اونجا است که در مقابل اعمال خود مسئولیت داره پس دوستایی که در مورد را که من اشاره میکنم اگر خدا نخواسته یک مورد از این هم در زندگیتان هست او را حذف بکنید چون هیچ چیز شیرینتر و مهمتر از جان خود ما نیست جان فقط این نیست که همیشه باید خود من با نظافت نگاه کنم نظافت میکروب درونی تا از بین بود اما شخصیت میکروبی که در ظاهر است و همه میبینه او را از بین میبره پس بهتر است که ما شخصیت خود را اصلاح‌تر بسازیم اونو میکروب بیرونیه که در ظاهر ما است و هم برای همه بیننده از او است اونو را باید اول از بین ببریم قبل از اینکه میکروب درونی خود را از بین ببریم اولی که بجای که تنظیمات خود را در زندگی پیاده بکنه همیشه در هر کار کوشش میکنه که کس را باید پیدا کنه تا که او را اشتباه کرده یا نه خب این هم بعض مردم ما اینجا اشتباه میکنن که این آدم بسیار فامیده میگن من یک چیز میگم ما اگر میخواییم شخصیت ما مثبت باشه و بالخصوص اگر به شکل میخواییم که ما الگو در جامعه باشیم اینجا لازم نیست که به کار دیگران بگیریم به خاطر چی؟ الگو کسایی است که کار را انجام داده هیچ کس او را انجام نمیده پس اونجا تجربه به وجود نامد که ما تعقیب بکنیم دیگران ما در کارهای دیگران را تعقیب کرده میتانیم که اینی کار قبل از ما انجام داده باشه کار انجام شده باشه ما شخص دوم و سوم و دهم و بیستم باشیم که او کار مکرر را انجام داده وقتی که ما او شخصی هستیم که کار جدید را انجام نمیتیم یعنی نمیخوایم اون گوی دیگر را باشیم در اینجا از خوب است که دیگر را تعقیب بکنی همیشه در کار تو باشی کار فلانی که کرده بود ببینم چه رقم کرده بود تو اشتباهی که او کرده بود من نکنم اینجا خوب است اما اگر میخوای کار جدید را انجام بدی که خودت الگو شوی بیشترم گفتم الگو کسایی است که کار جدید را و اولین شخصش باشه او کار انجام بده خب وقتی که میخوای الگو باشی پس بهتر چی است که اینجا فکرت جمع بکنی و خودت شروع به کار بکنی پشت مفکوری دیگران نگرد و یا تجربه دیگران را مد نظر زیاد نگیری
میایم با حرف دوم. با جایی که بزرگسالی درون خود سعی کنن و خردسالی درون خود سعی می کنن. یه باشه جالب باشه کم ذره گنگ هم از واضح تر می سازم. پس انسان ها هستن که از لحاظ جسامت بزرگ شده می رن. اما مفکرش مثل یک بعض انسان ها هستن که جسامتن و عمرن آنقدر بزرگ نشدن، اما یک مفکوری بسیار با تجربه دارن، یک مفکوری دارن که در هر موضوع احساس میکنی که یک آدم جوانه، یک آدم پیره هست که سالها ای عمر سپری کرده و آنقدر تجربه داره، ببین چقدر خوب تصمیم میگیری. ما اینی دو تفاوت داریم. اویی که مثل ما شما رو نرمال اکثریت مردم رو باز نظر بسن مفکورشان است، او انسان های نرمال هست. دو ما مشکل روانی رو نمیدیم. اما مشکلات روانی شخصیتی که است در کسایی است که جسمن بزرگ شده، اما سر مفکوری خود کار نکردن، اما مفکوری که 10 سال قبل داشت امروز هم دارد. که در جامعه ما او گونه مردم چون همیشه به شخصیت محسوب میکنیم بزرگ میکنه فکر است. کنه فکر کلمه است که ما انسان های شخصیت مثبتانه استفاده نمی کنیم. برای انسان ها استفاده می کنیم که شخصیتش قابل قناعت مالک نیست. ما مخالف کارش هستیم. یعنی از جمله خاصیت های است انسان هایی که شخصیت خدا ناخواسته منفی دارن مربوط از اونا می شه. چرا کنه فکر می گیم؟ چون خودش 10 سال پیش آمده، اما مفکوریش طفلانه بود. یا مفکوریش بعد 10 سال کوچکتر از سنش بوده. او را میگیم کنه فکر. او را نه حرفش قابل قبول است، نه شخصیتش برمه. و همیشه کش میکنیم تحقیل بکنیم و هیچ وقت گفش ارزش نمیدیم. چرا ارزش نمیدیم؟ ولی کنه فکر است. یعنی عمرش امروز است، اما مفکوریش از 10 سال پیش است. اینجا است که انسانایی که شخصیت منفی داره با طفولیت درون خود سعی میکنه، نه که با بزرگی درون خود. چون سر جسامت خود کار کرده، غذا خورده، انرژی رسانده، دست و پای کلان شده، قدم بلند شده، اما سر مفکوری خود و سر شخصیت خود که شخصیت همیشه از کجا شروع میشه؟ از مفکوره. اینجاست که سر مفکوری خود کار نکرده، شخصیتش اما 10 سال از عمرش کده خردتر مانده. پس اینجا دوستای ما که معمولا درون کوچک خود را همیش میبینن و مطابق از او شخصیت خود را آماده ساختن، بهتر است که با بزرگی درون خود متوجه شد. هر روز که بزرگ شده میرن یک بار متوجه از این شوند که من دیروز از امروزم کده کوچکتر بود. دیروز اگه این مفکوره داشتم اون مفکوری یک روز خردترکی ما بود. امروز که یک روز بزرگتر شده ایم باید مفکوری ما دیگه هم کمی بزرگتر شد. من باید کرده با حوصله باشم. من هم بتانم که حرفای بد دیگران رو بتانم با مثبت تبدیل بکنم. من هم دیگه اجاب نمی کنم کاری که دیروز در مفکوره داشتم فلانی رو خفه ساختم امروز هم خبر امروز خب من بزرگتر شدیم یک روز. باید مفکوری ما هم یک روز بزرگتر شد. عرف دیگه دوستا که بجایی که خب ایواز برنامه‌ریزی که برنامه‌ریزی یکی از خصلت‌های شخصیت مثبت است، اما شخصیت‌های منفی ایواز برنامه‌ریزی باز یک چیز دیگه دارد به نام بهانه‌جویی. ایوازی که برنامه‌ریزی بکنن برای یک کار ایوازش چی میکنن؟ بهانه‌جو است. یک انسان موفق را اگر بگویی بچه برو این کار انجام بده، آنجا چشم میر اقدام می کار انجام داد، پس معلوم داد شخصیتش برای بود قابل قبول میشه. کارم کارکشته است، آدم است که فعال است. سعی کنید چقدر با فعالیت، چقدر با نتیجه خوب این کار که ما بهش گفتم انجام داد. اما اونو که از بسیار بود در زندگی شخصی ما شما و یا در سایه کاری ما شما بسیار بعد ما می وقتی که کار میگی 10 دلیل بود. چون چی است؟ اگر ذهن آماده از این ساختی وقتی که کار از بیرو بر ذهن میرسه
که برای از او برنامه انجام او را یعنی ذهن آماده ازی باشه که او کار که از گیرومه باید انجام بده معمولا ذهن چی میکنه؟ برای از او برنامه سازی میکنه که از کدام نقطه شروع کنه و بعد چی شکل پیش بره. اما اگر ذهن آماده انجام دادن نبود که با اصطلاح آب شما تنبل میبین یعنی تنبلی بود در اینجا وقتی که کار از بیرون میایه او چون آماده انجام دادن این کار نیست سر برنامه ریزیش فکر نمیکنه سر ازی فکر میکنه که جانب مقابل چی رقم کنه داده که کار پس روان کنه بیرون بکشه انجام نده پس انسانایی که شخصیتشان مثبت نیست بلکه منفی است عوض برنامه ریزی در ذهن خود بهانه جویی داره که کار میگیم شاید او کار در 5 دقیقه انجام داده شد اما وار کنید 10 دقیقه برتون دلیل میگه وقت خود را بزایی میکنه کارم انجام نمیده شما من شخصیت رو خسته میشه شخصیت رو بر شما واضح میشه که آدم تنبل هستی چند من آدم هست که از اگر قابل به فلانی هم میگه میری کارم او روز من گفتم ایشون کار من انجام بسیار تنبل هست پس این کلمه شد که شخصیت از رو بر ما منفی ساخت پس اگر در ذهن ما عوض برنامه ریزی بهانه جویی است این مفکوره خود رو باید تغییر بده یک چیز من میگم روانشناسی هیچ وقت دوایی نداره الان روانشناس که بر شما میگه اینی دوا رو بخور یا او سلمیت نداره و یا در جانتان میزه بار بکنین روانشناسی کلش فرموله است فرموله است که بر شما یاد داده میشه اما تداوی از او فقط تصمیم شما است من میگم فرموله دادم میرم اینی این کار اگه بود اینی شکل انجام داد که مرمیم خدا نخسته بزنم تو کار انجام داده نمیدی تا که خود تصمیم نگیری روانشناسی از مخت دوا نداره چون دوا چیز است که خودت نمیخوایی یا نمیتونی دوا او را جور میسازه اما چیزی که خودت میتونی بازو دوا نداره از مخت روانشناسی هیچ وقت دوا نداشته چون برنامه ریزی بر مغز در روانشناسی دستت قد میشه پایت ما کار نداریم فقط بر ذهنت برنامه داده میگه و او به دوا نمیشه چون کس دیگه در ذهنت حق نداره و کس دیگه نمیتونه او رو تغییر بده قابل دسترسی دیگر هست میده قابل دسترسی دیگر هست میده درد شدی دکتر تشخیص میکنه که واقعا میده از یه اسیدش زیاد شده تیزابش زیاد شده دوا میده تاثیر میده یک موقع جور میشه چون قابل دسترسی و فهم دیگر هست اما مغزت نه قابل دسترسی دیگر است نه قابل فهم دیگر است از اون خاطر تکرار میگم که روانشناسی دوا نداره هر اون رهنمودی که برات میشه تا که خود تصمیم نگرفتی ذهنت تغییر بدی که از دیگر نه از موضوع بیرون نمیریم این موضوع رو دوستا به خاطر میگم که اگر در ذهنت عوض برنامه ریزی بهانه جویی است او را با یک اقدام بسیار ساده و بسیار راحت تغییر داده فرمولش نمیست با خود قناعت بده این بار کسی برای من گفت اینی کار کو حد که در کار سخت بود ما باید انجام ما باید و باید انجام خود را قناعت داد تصمیم اون قاطعی گرفت که هر قدر سخت بود ما این کار انجام بار وقت او کار برات میگه چون تصمیم خودت گرفتی که او را انجام داد بار که برای از او برنامه ریزی میکنی و کار بسیار براحتی انجام داد چی هست که مغز قناعت داد از دوستا کوشش بکنین که در هر کاری که بحثایی که ما شما داریم در برنامه کوشش بکنین اگر یاداشت میکنین اگر فراموشتان میشه و یا در ذهنتان ثبت میکنین اما اولین زمان نتیجه ساز میشه برنامه ما که وقت شما هم سرزای میشه برنامه ما رو میبینین زمان ای وقت زایی کردنتان وقت طلایی شده براتان که شما خودتان در مقابل اعمالتان تصمیم بگیرید خب پر حرفی نمیکنیم حرف دیگه از اشتباه کردن میترسم حرف من غلط دوستا درک نکنم از اشتباه کلگی میترسم اما عرف میجه چی هست یکی از که ما بدسته میخواییم اشتباه از اون بلندار کلگی میترسم اما کسی که تکلیف روانی هم داشته باشه او را اگه پرسان کنی خوش داری اشتباه کنی میگه نه و باش بگه اینی کار اشتباه سگه میکنی میگه نمیکنی وقتی اگر درک بکنه خودش اشتباه از اون کار یکی ترس از این است که با کار خود پیش نمیدی و یا کارهای جدید و عملکرد جدید از زندگی تجربه نمیدی میترسی از این که اگر این کارم اشتباه شود چطور خواهد شد
چون از ابتدا ذهنت برای برنامه ریزی نه، برای ترس از اشتباه دو کار متوجه سو. ذهن متوجه سو که اگر من این کار کنم این اشتباه. اینجا ذهن سر برنامه ریزی او کار، سر پلان گذاری او کار هیچ فوکس نمی کنه. سر چی فوکس می کنه؟ که تو اشتباه نکنی. پس معلوم دار یک کاری که برنامه ریزیش فکر نشه، طریق پیش بردنش فکر نشه، معلوم دار که اشتباه زیاده. اونم از که اشتباهات زیاد شده، داره که متوجه اشتباه هستی، بازم اشتباه میشه. اما اگر نترسیدی از اشتباه کردن و کل فوکس سر برنامه ریزیش بود، سر پلان گذاری بود، اونجاست که اشتباه کمتر میشه. پس دوستایی که شخصیت منفی دارن همیشه در یک جا نشستن. میگه چرا؟ یک کار جدی نمیکنی؟ گامش که اشتباه است پیشم خواهد شد. او تا تجربه نکنی از کجا تو میفهمی از پیش اشتباه میشه؟ زحمت بکش نکن اشتباه، زحمت بکش بر بامری زیکو برش. چون اشتباه شد؟ اخه مردم که کار انجام داده اشتباه شده؟ نشده. چون چی است که برنامه ریزی سر شده؟ از اون خاطر شخصیت های منفیه که معمولا در ذهنشان ای است که از اشتباه میترسن و همیشه در یک جای استاد است. من میبینم در ادارات دولتی افغانستان بود یک جوان ببینی که 3 سال ماموریت کرده، سال 4 رئیس امو بخش، یک کارمنده که از او که پیر هست، شاید 2 سال 3 سال با تقاعد کنه، در امو بست 6 که هست، در اون بست 6 آمده و رسی کرده، دونمون بست 6 صاحب اولاد شده، دونمون بست 6 صاحب داماد شده، در اون بست 6 بینی صاحب نواسه میشه و بالاخره در اون بست 6 او تقاعد میکنه. چون از اشتباه میترسه، هیچ وقت کوشش نکرده مدیریت بکنه، همیشه کوشش کرده زیر دست دگرا کار بکنه. اگه اشتباه میکنه دگرا بکنه، گیره بگه خون بخوا نکردین دیگه، شما بریم بکنه. آدم زمان زیر حرف دگره است و از دگره هدایت میگیره که پایین تر باشه. کس که بالاتر باشه خواه امر میکنه دگه آبر است. نیکی کارمند باشه شنونده باشه. پس کسایی که از اشتباه میترسه و همیشه او رو ببینید که در یک جای استاد است. هیچ وقت نزدگی لذت برده و از اون جای خود شور نخورده. باور بکنین که امو گلم و فرش یار شارانده، اما این شور نخورده. چی از یگانه دلی که از اشتباه میترسه. حرف دگه تصاویر نادرست میگیره. انسانایی که شخصیت منفی داره چرا تصاویر نادرست میگیره؟ ما این را چند بود میخواییم براتون بگویم دلیلش چی است که او حرفا را از وجود خود دور بکنه. تصمیم زمان درستتر است او در روی کاغذ آورده شد. اگر بدل ممی بود دوستا، امی یک کتابچه خورده مثل شناخت کارت و یا کارت هویت جبری میساختم سر کلگی در جیبش باید می بود با یک قلم. ایواز یک قلم تا 2 قلم اگه میشه یک قلم امول از کار نگه. زیاد موارد است که در ذهن ما میگرده و میخوایم بر از او برنامه ریزی کنیم. ذهنی برنامه ریزی کردیم، فردا وقت که در عمل او را پیاده میکنیم نصفش پس فراموش مشده. چون در زندگی زیاد مسائل است، نه پیش میه که او ذهن خود یک کار مشغول نیست که هم کل چیزا را که شب سرش برنامه ریزی کردیم، چرت زدیم، فکر کردیم، برای سبای خود خوب بلان گرفتیم که این کارم این شکل انجام میتم، صبح شروع میکنیم نصف همون تصمیمی که شب گرفتی یادت رفت. اونموز که معلوم دار اشتباهات زیادتر میشه و تصمیم اونها درست میگیری. اما اگر اون را در روی کاغذ بیاری، فردا اگر فراموشت شد باز دیگه 1 ساعت نه 10 ساعت هم بیش نیست چرت بزنی و گپشاپ یاد نمیده. او یک مفکوره بود، یک چراغ بود در ذهنت روشن شد رفت. اگر نوشته کرده بودی او چراغ دائمی است تا که ورق کنده نشد، تا که ورق از پیشت گم نشد. اما برنامه ریزی که شب کردی تا آخرش هم رساندی و یک نفس عمیق هم کشیدی و استراحت کردی که این رای خوب برش یافتم برای فردای عمل که انجام میتونم، اونجاست که تصمیم درست گرفتی زمانی که در کاغذ باشی. یادت رفت کاغذ در بکشت چی تصمیم و علیه تصمیم گرفتی انجام میدی. یک
مورد دیگه ای که تصمیم و همیشه دوستایی که مفکورتن شخصیت منفی دارن و معمولا تصمیماتشان خودشان میکنند داره که تصمیم ما غلط است، یک دل خودی شد که در این کاغذ نمیره و پلانایشون یادشان میره. حرف دوم که وا مشورن با انسانایی که دو کار پیش قدم یا انسانایی که ما درک کردیم که تجربهشان از ما کده بیشتر است. ما این را درک کردیم انسان هستن که فکر مغزی شد و یا فعالیت مغزی به اصطلاح هم بگم فعالیت مغزیشون از ما بیشتر است. یک کار که ما بدون مشوره با دوستا انجام میتیم معمولا نتیجه منفی است. چرا؟ چون شاید در ذهن ما نکات منفی که در دم رای و عمل ما است او را متوجه نشدیم. وقتی که با یک دوست ما او را شریک میسازیم او در ذهنشون متفاوت است. مغز ما در کلیم است، مغز از او در کلیم خودش از دیگر. او چی میکنه؟ درک میکنه. او چیز را که ما فکر نکردیم او فکر کرده. بر ما میگوی بدن این کار انجام میتیم. اینی خطر داره. اینی اشتباه داره. اینجاست که ما را متوجه میسازیم. حرف دارد. حرف سوم که تصمیم دفتن میگیره بدون فکر کردن. در اینجاست که عملشان اشتباه. پس این سه دلیل به نظر من بسیار مهم است. کسایی که اشتباه تصمیم میگیره و کارهایش همیشه اشتباه است به این سه دلیل. حرف دیگر با گذشته خود اجازه میده که آیندهش کنترل تکرارم با گذشته خود اجازه میده تو آینده از این کنترل بود. این شخصیت من است. بیشترم گفتم ما هر روز بزرگتر میشیم، ما هر روز تجربه بیشتر به دست میاریم. دیروز اشتباهات زیاد داشتیم. من اینکه ساده بودم که عمل ما چی تو انجام دادم، چون امروز علمیت عمرت تجربه زیاد شده. او کاری که او روز برای طلب بود امروز سرش میشه چون او تو قدر علم نداشته. اما انسانایی که شخصیتشان منفی هست و امو دیروز خودم امو اشتباه خورترکی خودم دیروز خورد بود و سوا دو روز بزرگتر است. او امو خورترکی خود امو مفکوره کوچک دیروز خود اجازه میده که سوای از این کنترول والا پارسال من این کار را انجام دادم نشد. پارسال تجربه نداشتی. حالا وقتی او کار انجام دادی یک راه غلط شم یافت که این راه غلط بود پارسال رفته بود. امسال باز برم اگر برای سیچ. با فکر رو باشه دقیق. شاید کامی هم شده. از امسال میشه. تجربه همه چیزت بزرگ میشه. پس میتونی راحت بدست بگیر. تکرارم گفتیم بازم دیگه. ما از لحاظ گرامری سه زمان داریم. گذشته، حال و آینده. انسانی که ناموفق است از بود اجتماعی بودن زندگی و از لحاظ شخصی هر بودی که شما باشید که ناموفق است در دو زمان زندگی یا در گذشته و یا در یا آنقدر از گذشته خود را متوجه گرفته که من دیروز این کار را کردم دار کار نیکرد خود چون تصمیمی از این نبوده یا تجربه نداشته و کار اشتباه شده داره که کار بسیار کار نیکرد قدم نیکرد او قدم نیکرد دیروز برداشتم دیدم مزرعه کردم سبا او را یا امروز نمیدم. چی از در فکر دیروز خود است؟ در گذشته زندگی یا سر اشتباهات گذشته خود زیاد فکر میکنه چرا این کار من دیروز کردم و کدی رد کار انجام شده را کی دانسته پس جمع او انجام شد را امروز او کار به یک کار دیگه ایواز بساز تا که پس او را جبران اما نه دیروز من اشتباه را کرد چرا کرد سرش بس کردم میریم بس حالا دیروز خود رفت زایی شد کار اشتباه کردیم امروز چرا سرش زایی میریم امروز خود چرا از میریم پس این انسانهای ناموفق است که دیروز بودیم یا در آینده امروز من میگم نه از فامیل لذت میبرم نه از خواب خود لذت میبرم نه از خوردنی خود لذت میبرم و صد تشویش خود انداختن
صد مرض در وجود خود گنجانیده تو باش من زیاد کار بکنم سوا باشم. تو سوا زنده هستی نیستی؟ ور کنین دوستا یک کس از زندگی ما در دست خودم است. 99% حادثه است، حادثه است، حادثه است. هر کار با یک کس روبرو شدیم، یک شناخت پیدا کردیم، یا شانه خورده، یا کله ما تکر کرده، در یک جای معرفی شدیم، بعضی ببینی او که ما شریک زندگی شاد شده باشه. شاید شریک کاروباری ما شده باشه. حادثه زندگی. پس وقتی که در آینده تو زنده هستی نیستی، کل امروز از آیه که دوستار از دست بده، وقت از برای سبا مکار میکنی. سبا تو زنده هستی نیستی. درست است. انسان موفق برمیگردیم. انسان موفق بازده سه زمان زندگی میکنی. چه قسم؟ دیروزش تجربه از برش، امروز لذت میبره و برای فردا فعالیت میکنی. اینی انسان موفق است. هر سه زمان من نظر بید. هر اشتباهی که در گذشته کرده برای خود قناعت بده که اونو یک تجربه است برای من، او کار را باید بکنم با اون شکل نی که او اشتباه بود به ایران رای وزی. امروز چیزی که داره فامیل است، طفل است، هم چیزی که دوست است، رفیق است، وقت است، صحتمندی است، دندان است، نگر از پیر میشی از پیش میفته. این کلش امروز لذت میبرسش، اما فردای خود را هم من نظر چون امروز هم لذت میبره هم زحمت میکشه و فرداش معلوم دار که زحمت امروز خوب کار کردی فردای بهتر. اگر امروز کار نکردی چیزی که داشتی مصرف کردی ثوابش نرسید. پس انسان موفق در سه زمان زندگی، یعنی انسان هایی که ناموفق است یا در گذشته زندگی میکنه و یا هم در آینده. حرف دیگر نگرش بسیار منفی و زندگی آینده خود دمی چرت است، دمی چرت امروز. دیگر کل نعمت ها در پیشویش هست امروز. یکش هم استفاده نمی کنید. چرا؟ ولا سوا چی تو خود شد. آیا برای فردا کدام عمل خوب انجام دادی امروز؟ کدام برنامه ریزی برای سوای داری؟ نه. معلوم دار دیگر خوب نیست. خوی یک برنامه ریزی خوب برای سوا داشته باش؟ یک برنامه ریزی یا یک پلان کاری خوب برای فردا داشته باش سبایت بهتر شد. امروز کل نعمت ها داره، از او استفاده نمیتونه. از لحاظ فکری فقط در فکر آینده است، از لحاظ عملی هیچ. فکر کردن برای سبا رو نمیسازه. با عمل کردن خوب فردا رو میسازه. از عمل خوب که برای فردا. و از دوستایی که خدا ناخواسته شخصیت منفی دارن، یک خصلتگیشون مینیمی است که فردای خود را بسیار تاریک میبینند. ما انسان ها پیشتر هم گفتیم چیزی که در ذهن ما هست، چون مدیر وجود ما ذهن ما است، مرز ما است، چیزی که در ذهن داریم امو عمل است. اگر سوار خوشبین بودی، خود مغزت با وجودت میگه سبایت بهترین روز است، اینی کارا که بیخی بهتر میشه. خودت آماده عمل کرد برای فردا نه امروز خسته شدی، چون از وقتی که انسان یک کار انجام میده به اتمام میرسونه، او خودش خوشی داره، آدم خوشخویی میسازه، آدم لذت میبره، موندگیش همش نمیکنه، چون وقتی یک کارت به نتیجه میرسونه او میفهمه که چقدر بر من مفید است. اینجاست که اگر ذهن ما برای فردا خوشبین بود، معمولا ذهن ما وجود ما را وادار به این میسازه ما عمل کرده خوب برای فردا داشته. اما اگر برای فردا بدبین بوده، چون دیگر ما نمیخوایم عمل برای سبا انجام در فکر چی رو باید دست بگه که انجام دیم، چی رو باید پای بگه، چون ما برای سبا دیگر در ذهن خطار تاریک ساختیم، سبایم بسیار بد خواهد بود، من چطور خواهد بود. از او خاطر است که چه عمل برای فردا انجام نمیده. امروز هم جگر خون از نعمت های امروزی، از داشته های امروز هم استفاده نکردیم و برای سبا هم معلوم دار که تاریک است، چون فعالیت انجام داشت. حرف دیگر از مشکلات فرار. یک اصطلاح اینجا بیبی های ما میگفتن، میگه در بین بلا باشی نه در بین بلا. بیم آدم از یاد خرار.
نظر دبنج بودن. چون دبنج بودیم برنامه ریزی میکنی که از این حالت باید بکشی. اما دبیمش بودیم چون فرار از این داری که من از این بلا چه قسم خلاص شد. در فکر از این نیست که از این چه قسم من برای. خودت در فکر نجاتش نیستی. در فکر فرار است. پس انسانایی که موفق هستن و شخصیت مثبت دارن و معمولا مشکلات سرشان می برنامه ریزی میکنه و راه حل پیدا میکنه. از مشکلات فرار نمی. هر قدر یک کار که بر ما ارزش باشه اما قدر سخت. این مفکورت انسان همی گونه است. وقتی یک کار هر قدر مشکلاتش زیاد بود اما قدر بر ما ارزش شده میکنه. ما اگر یک دوسته که هم جنس ما باشه انتخاب میکنیم چون مشکلات کمتر است، کسی بد نمیگه، رد نمیگه، چون هم جنس ما، رفیق ما، سرشانش دست انداخته میتونیم چکر شب و روز هر جای رفته میتونیم، هیچ کس بد نمیگه و از بودن او دوست قلزت نمیگه. اما یک دوسته که مخالف جنس ما باشه، یعنی ما مرد باشیم و زن باشه یا ما زن باشیم و مرد باشه، که در آینده ها و همسر انتخاب میکنی، اول او را دوست میسازی که آیا ای بر زندگی ما بدرد میخوره، بیا که مفکوری از ایره بخوانم، باید که دزی بیشنم یک در رستوران یک گلاس قهوه بخورم، ای چی گونه مفکوره داره، آیا در زندگی تا آخر عمر بر ما بهتر شده میتونه نه؟ چون هر کس تشویش آینده خود را میداشته باشه. وقتی که همراه از اون میشینی صحبت میکنی چهار تو بغلت هم متوجه میشی، چون سختی هایش هست که کسی بد نگوه که چیت میشه، چرا کس شیشتی، چرا کس گپ میزه، از اعضای فامیل که با خبر شد می ترسی و راز داری، چون یک می خواهی که یک تصمیم بزرگ در زندگی بگیری، یک شریک زندگی پیدا کنی. هم جنس خودت فقط دوست داری و این اول می خواهی دوست بسازی تا که خصلت و شخصیت از این پیدا بکنی که آیا زندگی راحت که در این می داشته باشی یا نه. معمولا چون قدم بزرگ است مشکلات هم زیاد. پس وقتی که هر کار آنقدر که بر ما جالبیتش بیشتر باشه و رسیدن برای از او برای ما یک آرزو باشه، یک امید باشه، در او صورت است که مشکلات خود بیشتر. انسان هایی که معمولا شخصیت مثبت دارن از مشکلات نمی ترسن، خوش میکنن در مشکل نباشه. یعنی هیچ انسان موفقی خوش نداره که در بین مشکل باشه، اما از مشکل نمی ترسن. تفاوتش نمیست که از مشکل اگر ترسیدی از اون مشکل فرار میکنی، هیچ وقت پیش نمیری. اما اگر از مشکل نترسیدی و از اونجا بر رای حل به رای بیرون رفت مشکل پیدا می کنید، خب یک قدم زیادتر می باید. یک کسی که در مقابلش یک جوچه باشه و از این بترسه که خیز نزانه کجا پیش رفت، نتونست او طرف جوچه خود را برسه. اما انسانی که خواست که اون مشکل یک قدم دو قدم پر سر میره، یک صورت میگیره و مشکل را ای هم ای فکرش می باشه اگر گفتم شاید لباس مگل پرشه و امکانم داره که بفته، اما مشکل را قبول کردم و کش میکنه که عبور از اون مشکل را برای خود رای حل بسازه، اون قدم میبرده از اون میگذره و به پیشرفت خود ادامه میده. پس دوستایی که خصلت ها را خدا کنه اصلاح شون و سوال جان اگر رو یک وقت میگیریم و بعدا سر موضوع دیگر میگیریم. خوش آمدین دوستای عزیز به ادامه برنامه. خدا کنه خسته نشده باشید. لذت تمام در هر لحظه زندگی برتان تمام است. چون زندگی دو روز است. یک روزش معمولا در کار و طفولیت و مریضی و یا میزه و یک روزی که داریم بسیار محدود امور لذت بریم. زیاد دوستار اگر پرسان بکنیم که در سن و سال متفاوت قرار دارن، اگر پرسان بکنی که آیا عمر که از زندگیت گذشته سرش فامیدی و آیا احساس کردیم این 20 سال یا 30 سال که گذشته واقعا 30 سال بوده، مگه تو خیلیت این دوز واره یادم است. خب این 30 سال که یک روز واره شد بر ما، خب این 30 سال یا 20 سال یا در روز دیگه که زنده هستیم این هم دیگه یک روز محسوب. از اون خاطر زندگی ارزش بدی کردن نداره. انسان باید کوشش بکنه که دزنگی خوب باشه. پیش دیگه موضوع برم یک دمی مورد دوست یک دوستان کوچک حضرت سلیمان علیه السلام یادم آمد. سلیمان علیه السلام پاچه ایش مثل پاچه ها یا هم رئیس جمهورای ما شما نبوده که از
مردم فقیر و غریب بیخبر باشن. این معمولا حضرت سلیمان علیه السلام شبانه در کوچا و پس کوچا میگشت که اول مردم را بیگه. میبینه که از یک خانه نصف شب صدای گریان یک خانم پیچه سفید میه. خوی دروازش تک تک میکنه میگه مادر جان خیرت است؟ او ولی بچه این فوت کرد. او زمان ها مثل نوح علیه السلام که 950 سال صرف پیغمبری کرد. و همسال از او انسان ها وقت اون را زیادتر داشت. پرسان کرد گفت خاله جان یا مادر جان خیرتیست که صدای گریان میامد؟ خوی مادر جان میگه ای سلیمان خدا. بچه ما 800 سال عمر کرد فوت کرد گریان کنم بیم. سلیمان علیه السلام یک مکس میگه مادر جان تو خوش باش که بچه 800 سال عمر کرد. روز خود رسید که انسان ها به شکل عهد اوسط 80 سال 70 سال عمرشون کرد که هدفش دوره ما شماست. این خانم یا این زن پیچه سفید از حضرت سلیمان علیه السلام پرسان کرد گفت وا بغیر از خوبی کردن و عبادت خدا کار دیگه خواد کردن؟ سلیمان علیه السلام گفت کارهای خواد کردن که ما شما درباره انجام دادن این کار منفی فکر هم نمیکنید. انجامش خوب بود و انجام داد. واقعیت حالا میبینیم که عمر ما چقدر کم است. من یک روز دوستا امیر محاسبه کردم پیش خود که آدم تا 12 سالگی و 13 سالگی طفل است. هر عمل انجام میتی نه به ذوق خودت است و نه هم کنترلش در دست است. چون امون ذهنیت طفولیت است که مغز و حاکمیت مکمل بالای وجود نداره. هر آن چیزی که نفس خواست انجام میده. از اون خاطر از اطفال هیچ وقت در گناه مسئول نمیشه و هرگه شما کنه باز ما یک اصلاح داره میمبان طفل است. خیره. تا 12 سالگی او تو فکر کرد. از 12 سالگی تا 20 سالگی اکثریت فکر شما در تحصیل کردن است. هیچ از زندگی لذت نمیبریم. همین وقت یافتی درس خواندن. اما انسانی که میخواد موفق باشه البته. اما موفق ترین انسان در این دوره تحصیل از زندگی لذت نمیبره. همین فرصت خوبه که یافت معمولا برای درس سور مصرف و مصرف میرسه. تا 20 سال رقم فکر. بعد از 20 سال خب بعد از 50 معمولا مرض هایی است که ما شما را به لذت زندگی نمیمونه. مثال خوبش در جوانی خسته شدیم میری قدم میزنیم. اما آدمی که از 50 سالگی بالا شد برای از او قدم زدن خودش یک کار جبری است. ما در جوانی از قدم زدن و خستگی لذت میبردیم اما بعد از 50 سالگی او یک چیز سخت است برای ما. پس تا 50 سالگی او رقم بین من 30 سال. این 30 سال هم روزه 8 ساعت خواب میکنی. روزه 8 ساعت در وظیفه هستی. 16 ساعت او رقم میمانه اگه 8 ساعت دیگهش از 24 ساعت. اینه که من حساب کردم یعنی این 8 ساعت از ضرب 30 سال بکنیم و دوباره پس تقسیم 24 ساعت کنیم که تقریبا از این 5 سال یا 6 سال اگه ساخت بشه یا نهایتا 8 سال یا 7 سال اگه از این ساخت بشه. یعنی اصل عمر ما بیخی امون روز متعجب شدم گفتم خیلی ما یک کارهای خراب انجام میدیم. اصل زندگی ما که از او باید لذت ببریم 8 سال است. در غیر از او خونه طفولیت شد و خواه شد و کار شد و تحصیل شد که از او دوره فش لذت نمیبریم چون یک دوره پرمسئولیت. پس بهتر است که همیشه یک خود را دوست داشته باشیم. حرف خوب به یک دیگه انتقال بدیم. باید کنین این زندگی که ما شما داریم دی نسل که هستیم دی قرن که هستیم از زیر باید امید نداشته باشیم که ما یک کس را خفه بسازیم باز دیگر روز را پس خوشکوی بسازیم چون دیگر روز برش نداره. بهتر است که امروز بهترین موقع مسئولیت. خب دوستا حتما در ذهن دوستای سوال میگرده. خب قبل از اینکه راستی سوال شروع کنم دوستای عزیز همونجا دمی پایین اسکرین تون ببینین شماره واتساپ است. تلفن در مقابلم گذاشته و نمبر واتساپ و این تلفن است. شما راحت هر سوالی که دارین من صحبت های خودم میکنم. در لابلای صحبت هایم راحت میتونین در این مورد شخصیت سازی هر سوالی که دارین آزاد برم زنگ بزنین تا که من قابل خدمت برای شما باشه و جواب سوال بدم. تلفن گذاشته در مقابلم راحت میتونم جواب بدم. من موضوع خود را بس میکنم زنگ شما کامد من راحت جواب. خب دوستا حتما در ذهن دوستای سوال میگرده که شخصیت مثبت را هم گفتیم منفی را هم گفتیم. وای که منفی سال چگونه داره بتونم مثبت بسازم. یعنی مثبت شدن شخصیت چگونه است که ما بتونیم شخصیت ما را مثبت بسازم. خب دوستا اولی که سپاسگزار و حق شناس باشه. هر آن انسانی که وقت شناس است
هر آن انسانی که حق شناس است او معمولا شخصیتش مثبت باشه. اینه دوستان این فکر نباشین که ما پارسال شخصیت خوب نداشتم بگم سال اون چیز. شخصیت قابل تغییر است. 100%. از اون خاطر ما میخوایم راهکارهایش براتون بگیم که ما چگونه میتونیم شخصیت خود را تغییر بدیم. یعنی شخصیت ما 100% قابل تغییر است. پس دوست عزیز بهتر همین است که ما شما هر وقتی که میخوایم شخصیت را خود را تغییر بدیم اگر دلال منفی در وجودش در وجود شخصیت ما را زیر سوال میبرد و ایره میخواستیم مثبت بسازیم راحت ترین راه اینمی است که ما چی بکنیم؟ اول حق شناس و دومشم سپاسگزار هر قدر سپاسگزاری ما کم بود ما کفر نعمت کردیم. اون نعمت ها او چیزهایی که امروز در مقابل ما هست از او اگر استفاده نکردی و با مفیدیت شخصیتت با مفیدیت از این که خود زندگی بهتر داشته باشی پس وجود نداره که خودت بهتر و بهتر شد. پس لازم همی است که ما اگر میخواییم شخصیت خود را مثبت‌تر بسازیم بهتر بسازیم لازم همی است که سپاسگزار باشیم و حق را قرار نخواهیم. آرام خور شخصیت نداره. حق شناس شخصیت داره. ما قاضی خوب کسی را میگیم قضاوت بهتر بکنه حق برقدار بود. پس در زندگی شخصی ما هم از لحاظ شخصیت اگر میخواییم مثبت شویم حق شناس. اگر سختم بود اگر فشارم بالای ما وارد میشه چون حق یک کس را میخوایی از کس دیگر بگیری و تسلیمش کنی معمولا مقاومت ضرورت داره. مقاومت کرده زحمت قبول کرده اما حق شناس باید باشه و حق بقدارش بده. مورد دیگه هم دوستا قابل اطمینان باشیم و وفادار. ما شما اکثریت ما در دفاتر مختلف کار میکنیم. رؤسای ما و یا هم آمرین ما شما ما را معمولا چندین بار شاید امکان بکنن یا از مجبوریت یک کار دل و ناخواسته یا هم بدون اعتبار کردن چون مجبور است همون لحظه باید کار انجام شد سر ما انجام شد. اگر او را بهتر انجام دادیم و وفاداری دو ثابت کردیم ما معمولا دو دفتر که هستیم چون شخصیت ما قابل قناعت و قابل قبول رؤسای ما میشه اینجاست که بالای ما همیشه اعتبار میکنه چیزهای بسیار مهم و ارزشه بر ما تسلیم. پس چقدر بهتر است که ما وفادار باشیم و هیچ وقت خیانت نکنیم. خیانت کردن خود شخصیت انسان را زیر سوال می‌برد. هر آن انسانی که وفادار هست امانت را خیانت نمی‌کنه او پیش اشخاص متقابل خود بسیار شخصیت مثبت دارد. کافر که کافر بود بالای حضرت محسوس هم ایمان نداشت اما تخلص امین داده بودش. او یک گلگوی است بر ما شما انسان ها. چون پیغمبر ما هست. چقدر او را خود کفار که ایمان نداره بالایش در مقابل حرفایش استاد است اما از لحاظ امانتداری یک تخلص زیبا به نام امین سرش میگذاره. دشمن گفتارش دشمن دین و راهش تخلص امین بالاش میگذاره. چرا؟ به خاطر که امانتدار بود. دین پیغمبر کفار قبول نکرده راه و روش قبول نکرده اما شخصیتش قبول کرده به همون خاطر امین میگه چون امانتدار بود. پس ما چقدر خوب است که ما هم امین باشیم ما هم امانتدار باشیم تا که مخالفین ما هم شخصیت ما را قبول بکنند. حرف دیگه آدم کینه دل نباشه. کینه دلی آنقدر در مقابل کسی که ما کینه دل هستیم به او ضرر نمیرسونه که به خود ما میرسونه. یک آدمی که در مقابلش ما کینه گرفته یک ساعت تشویش میکنیم پیشانی ما ترش است
و از گپ های از او و یا از عمل از او، چون که از عملی که کنیش در دل ما افتیده در مقابل از او فکر میکنیم، ساعت ها فکر میکنیم که کار چرا کرد، این کار اشتباه کرد، که تو شد، که تو شد، که تو شد. پس در وقت که گپی که به ضرر ما هست، معمولا آدم خود خوش نمی باشه، معلوم دار از درون خود خورده میم، یک ساعت جگر خون است. و اگر او شخص در مقابل بیه شاید پنج دقیقه دوش بزنید، او را شاید پنج دقیقه جگر خون بزنید، اما خودت ساعت ها جگر خون بودی فکر میکنید. این خصلت صرف در یک انسان نیست، شاید دوستان میانه که مشنوین شاید قبول بکنید که خصلت در کل ما هست. وقتی که ندر شدیم در مقابل یکی، ساعت ها چرت ما را خراب میکنید، اما او شخص اگر امول ازده پشی ما بیه شاید پنج دقیقه او را بد رد یا دو سیلی در روش بزنید که نگرد، اما ساعت او را شاید پنج دقیقه خسته کردیم یا جگر خون کردیم، ما ساعت ها جگر خون. از چی بهتر است که ما کی ندر بعضی اوقات وقتی که ما میگیم فلانی شخصی کار کرد و بعد و ردش هم میگیم چون این کار کرد ملامت هم از او بش میکنیم، سجقار هم هسته این کار باز ما انجام میدیم، از بهتر بودن ما در چی شد؟ ما چرا از او که سر از او چرا خیلی خود میکنم و از او که در خود را بهتر محصول میکنم و من همون کار انجام دادم. پس بهتر بودن زمان است از ما که ما عمل کرده ما، شخصیت ما، مفکوره ما بالاتر از او باشه. با زو صورت میتونیم که ما بگویم ما آدم نیک هستیم، این شخص ای یا بی یا الف یا بی، این شخص بد است. وقتی که عین کار او عین کار ما انجام دادیم و امید می نداریم که ما از اون شخص کده چی هستم؟ بهتر است. یه دیگه ناممکن. پس دوستا خواهش همی است که وقتی که ندیلی در دلت آمد، هیچ وقت که ندیلی را انتخاب نکن. بگذار این کس اشتباه کرد، رای تا چند هست. ایف وقتت نکرده، ایف راه و روشت نکرده، سر چی اگه حرف بیمانای ساعتهایی تا میگذارد. برای از اون شاید همون خصلت همون انسان باشه، همون حرف دیه. و هدفش نمی باشه که تو را از راه و روش دور بسازد، شاید مخالفت باشه، شاید نخواهی که تو پیش رفت بود. تو دیگه تصمیم میگیری نه که یه آدم گفت من دیگه او کار اصلی رو ماندی و هدف از او را پوره کردی دیگه. وقت که هدف مخالف پوره کردی، آیا به خود آدم میتونه انسان آدم خود هوشیار با شخصیت ببین؟ نه، آدم هوشیاری است که مخالفین خود را قد بکنن، قچی بکنن عمل کردش. که در مقابل راه و روشش میاره او را باید قدر بکن، نه که راه خود قدر بکن، چون هدف دشمنی تی نمیست که تو راه قدر بکن، تو خود اگه همون کار کردی که او میخواه. پس بهتر بودن وجود باز نداره. حرف سوم، چهارم ببخشید، صداقت، راستکاری و بیریایی را تبدیل میکنیم. بیشتر هم گفتیم تکرار از این حرف، تکرار هم باز مثلش صحبت نمیکنیم. هر چقدر صادق بودی، اما قدر شخصیتت قابل قبول دیگر است. هر قدر صداقتت کمتر بود، آن فریبی داشتی، مردم میخواستی فریب بدی، حقیقت نمیگفتی، دروغ میگفتی، اما قدر شخصیتت منفی شده میره و مثبت شده نه. حرف دیگر، فروتنی و تواضع را تمرین کن. فروتنی و تواضع یک بحث بسیار مهم برای شخصیت ما است. اگر یک کس در مقابل تگرف بد زد، این زمان در مقابلش استاد شدید، شخصیت خودت زیادتر زیر سوال است نظر او شخص مقابل، چون مردم چی خطاب میگه؟ میگه او خود آدم ساده بود، یه خوی گپ ازد، او خود آدم فهمیده بودی، تو چرا این کار کردی؟ یعنی بی داله که منبع شخص مقابل است که با شما بد رد گفته یا هر کار اشتباه در مقابل انجام داده، منبع او است، او را باید مردم بود بد بگه، اما اولین انتقاد سر شخصیت خودت است، چون شخصیتت قابل قناعت برای مردم بوده، تو را شخصیت دادن که از تو امید بیشتر داره. پس دوستا این فکر ما باید باشه که همیشه کوشش بکنیم که یک کسی کار اشتباه انجام داد زودتر تصمیم بگیریم، فروتن باشیم، حوصله من با اعمال جواب ازوره با اعمال نیک
او شاید بگه که تو آدم خوب نیستی. قسم عمل انجام بده که عمو عملت خودت برش تعریف بکنه که نه اشتباه بوده. شخصیت می تو بد شخصیت نیست. شخصیت من بهترین شخصیت. یعنی بهترین زبان برای مخربین و کسایی که ما را تخریب میکنه، بهترین زبان برای از و عمل خوب ما است. هم در فرقش زدی که نمی تو آدم نیستم و هم برای دگرایی که گفته بود درباره تو وارم فامون. دیدی که درباره ما درو گفته بود؟ نه خود گفته بود یه عمل هید تو انجام میتم. ما خیلی انجام میتم. پس ضرورت به مشاجره نداره. پس حوصله مندی انسان را، شخصیت انسان را مثبت‌تر می‌سازد. موضوع دیگه هم متوجه و فهیم باشید. دو کلمه مترادف در یک قالب برتان میگم. متوجه بودن و فهیم بودن یا فهمانده بودن یا هی که ما اطلاعات بیشتر فهم زیاد داشته باشیم یا چی ارتباط داره؟ هر قدر عمل کرده دگران را در مورد خود، در مورد دگران چون وقضای کردن است، عمل دگران را متوجه باشیم، از خود که چی میکنه نه. عمل دگران را متوجه باشیم که در وقت که در عرصه ما میرسد، متوجهش باشیم. ما را تخریب نمیکنه. انسانی که همیشه متوجه خود است، از او کمتر سوء استفاده صورت میگیره. و این خودش یک راز موفقیت شخص مربوط میشه. وقتی یک کسی درباره خودت و یا درباره کاروبارت و یا در مورد خودت صحبت میخواه بکنه و یا عمل را انجام بده، از زمانی که ما برای از او میگیم و متوجه میباشیم یا همراهش صحبت میکنیم، توجه خود را زیادتر به او جلب میداریم، به اینجاست که ما متوجه بودیم و از ما کمتر سوء استفاده شده. چون در پیشانی هیچ کس نوشته نیست که کی میخواید دوست واقعی ما باشه و کی میخواید از ما سوء استفاده کنه. او را فقط با گذشت زمان عمل کردش ثابت میکنه. اما انسان موفق کسی است که پیش از این که عمل از او ثابت بکنه او را قطع بکنه. یعنی هزار تداوی کرده وقایه بهتر است. در تداوی هم پول ما زیاد مصرف میشه و هم ما ضررش میبینیم. اما وقایه که امان به شکل واکسینا می باشه ما جلوگیری کردیم، هیچ ضربه ما را نمیزنه و هیچ به صحت ما ضرر نمیرسونه. پس از این که ما متوجه باشیم بهتر است تا که برای ما ثابت شد. پس اینجا یعنی اگر شخصیت نخواهی که زیر سوال بره و بهتر و بهتر شود، متوجه باش با عمل کرده دیگر تا که از پیش سو استفاده نشه و شخصیت زیر سوال نره و شخصیت با مثبت بودن پا بر جا و فهم بودن یا فهم زیاد در این مورد چی است که اگر از تو میخواست استفاده بکنه برای کارهای بسیار خوب او را از دم رایت بکنه، با جنگ و جدال، با راهکارهای بسیار خوب. پس اینجا اگر میخوای شخصیتت مثبت باشه متوجه باش که استفاده نشه و فهیم باش و فهم بالا داشته باش که چگونه این موانع را از دم رایت ورداری تا که شخصیتت زیر سوال نره. موضوع دیگه هم هر روز ادب و نزاکت باید تمرین کنی. صحبت تکراری است. بسیار کوتاه اشاره می‌کنم. هر چقدر ما بزرگ شده رفتیم، بیشتر گفتیم، باید تربیه خود هم بزرگ بسازیم. باید و باید مفکوره خود را هم بزرگ بسازیم. این موارد عمده و مهمه نظر به سن و سال خود بزرگتر ساختیم، معلوم دار که شخصیت ما هم بزرگتر و مثبت‌تر شده. مورد دیگه هم حس شوخ طبیعتی داشته باشیم. بیشتر هم گفتم که آدمی همی ترشه، آدمی که نه خنده داره و 5 دقیقه 10 دقیقه مغزو تگه تعمل کنه. آخر میگی چی بلا را مغز سر صدا میکنه، چی بلا را سر مسایده، نه پیشانیش چملک، ترش، آدم بدگوی، آدم خشن، این دیگه چی؟ اما همه کری تارو که برو کار تگه تیر از بودن از یاد. پس خوششوخ طبیعتی انسانی که دوست داشتنی، معمولا انسان های دوست داشتنی که زیادتر دوست دار آدم خنده است. باید تمرین بکنیم، همیشه کوشش بکنیم که آدم شوخ طبیعت باشیم، آدم باشیم که تا
از بودن مادگاه لذت ببرم، نه که از بودن مادگاه البته خسته شوم، دهی فکر باشن که یادم زود بره، دهی فکر باشه که وقت تو زود گذشت، یادم باید باشه. این حرف بسیار مثبت از در ساختن شخصیت. حرف دیگه تنه نزن، مورد بسیار منفی در خصوص ما افغان ها، چی در داخل کشور و چی در خارج کشور هستیم. همین تنه زدن یک خودت فانچه جور کردیم و تنه و زبان خودت هم بریم، همین مخالف خودت را کردیم یک کاشم دم فیر یک تنه زدن، اما را کپچه و را کموت استاد زبان ما هم از زبان باید مار نباشه. ای به شخصیت ما گفتم هیچ انسان تکمیل نیست، هر انسان اشتباهات خود را دارد. اگر ما میخواییم یک انسان را بهتر بسازیم، گوشه بسازیم، لالای قندم، بیادر گلم، خوهر شیرینم، مادر مهربانم، اینی مشکل داری حل بسازیم، به شخصیت تو و اما رفتار تو نمیزیم. اما اگر این که او را در پیشوی کلگی تنه زدن میریم، زبان خود ما را کپچه جور کردیم که علازه از زهرش باید مردم اذیت شود، از کجا برای ما شخصیت میریم؟ کجا ما شخصیت خود را مثبت ساخته میریم؟ پس بهتر همی است که از تنه زدن جلوگیری بکنیم. باور بکنین هر انسان اشتباه داره. امروز اگه اشتباهی یک دوست پوت کرد، باور بکن دوست هر انسان وقت اشتباه میکنه، وقتی که فهمید که ما اشتباه کردیم او زیادتر متوجه نسبت به دیگران به عمل خود است، چون خودش از اون نقطه ضربه میبینه، از اون نقطه زیادتر متوجه است. وقتی که دوستت بفهمه که تو اشتباهش فهمیدی و اشتباهش دوستانه یا انفرادی بهش گفتی، یا اگر انفرادی ممکن نشده تنه ندادی و تیر خدا آوردی، باور کن او دیگر روز اشتباه خودت میبینه، همین رفع عمل نکرده مطابق انجام. چون گفتم هیچ انسان پوره نیست، روزی از ما هم اشتباه سر نزد، اما اگر تنه نزدیم به دیگر بهتر است که ما نتیجه ما مثبت بشه. و حرف آخر که بس امروز جمعوری میکنیم، با دیگران همدل و با احساس باشه. ما وقت که همدل و هم احساس با دیگران بودیم، معمولا ما آدم های بسیار فعال و با شخصیت میشیم. چرا؟ بخاطر که دوست خوب ما او کسی را میگه وقت که من گریه میکنم امرای میگیم تا که میکفت درم، وقتی که من خنده میکنم او به تفاوت نباشه و امرم خنده دارم، ما اونو را دوست واقعی میگیم و این مفکره کل تا نمیشه. پس وقتی که ما میخواییم شخصیت ما پیش دگرا مثبت باشه و از لحاظ شخصیتی ما را دوست داشته باشه، همه احساس به دگرا باشه. وقتی که جگر خون بود یکم راش درد دل باشه، چون همه چیزی که در قلب ما را هم شادی ما شادی که در قلب ما یک شادی و یک خوشی آمده، وقتی که را میخواییم بیشتر بسازیم اینمی زبان میتونه که را بیرو بکشه و دگرها را بگویم شادی ما بیشتر بشه. از مخت یکان گفت از دل ما طاقت نمیگیره، زود باید ایجا نمیشه، مادر، پدر، بیادر، ما این یک چیز کار کردم، ما در این چیز کامیاب شدم. چرا؟ چون میخوای او خوشی دیگه در اونجا، چون زیاده از در قلب جای نمیشه و او را میخوای بیشتر بسازی، پس کمشو میگیری در زبان هم مندازی کل ایر با خبر برد. یعنی اگر خوشی را میخوای زیاد شود و زبان باید یک کسی باشه، یک مخاطب داشته باشی، به زبان برای زود بگویی تا خوشی زیاد شد. و اگر میخوای غمت کم شود هم عینی خاصیت داره، چون در قلب غم، قلب یک چیز بسته است. غمی که در داخلش بود او چون چی بسته از کجا بره؟ یک مجرا داره، یک را داره که همانا دهن است. او را باید یک مخاطب باشه، با دیوال خودم گفزه نمیتونی، یک مخاطب باشه تا که غمت برش بگوی، تا که نمی غمت از قلبت بره کم شد، درد دلت کم شد. پس چقدر بهتر است که ما با احساس باشیم در مقابل دوست. اگر میخواییم که شخصیت ما مثبت شد، اگر خوش از خوشی هایش هم روش تجلی کنی، اگر جگرخون از جگرخونی هایش هم روش تجلی کنی، چقدر خوبتر میشه. خب دوستا، شخصیت سازی یک بس بسیار بزرگ است، مثل که هدف در زندگی بود که ما شما در دو برنامه تانستم تکمیل بسازیم. شخصیت سازی هم بس بسیار بزرگ است، اما من کوشش میکنم که قسم صحبت کنم که هر موضوعش واضح بسازم بر شما،
که اگر طفلم از برداشت بتانه بزرگای شما که علمیت داره نام خدا میفهم استاد ما هستیم که برداشت بهتر و خوبتر داره، شاید نواقص ما را هم بر ما بگین، بهترین دوست ما باشه. خب تا امروز خو نمیخوام دوستا زنگ نزدن، هر انتقاد پیشنهاد همین واتساپ شماره که هست همیشه کوشش میکنم در برنامه باشه، هر سوال انتقاد پیشنهاد بدون کلام گپ زدن، ما چون برنامه لایو از بدون سانسور نشر میکنیم، ما مردم انتقاد پذیر هستیم، قبول میکنیم، هم تلویزیون بهار و ما که بحث یک برنامه ساز امروزشان هستیم، این انتقاد این جرأت با خود میتیم که انتقاد پذیر باشیم، چون هدف ما بهتر شدن تلویزیون بهار و بهتر شدن تلویزیون سهیل است. پس از شما دوستان خواهش ما اینه میست شخصا در برنامه خودم با برنامه سازهای دیگه که برنامه میسازن راحت میتونیم به خاطر بهتر شدن برنامه مفکوره تا نشریک بسازیم، شاید زیادتر موضوعات را ما باعث اشتباه خود متوجه نشیم، شما میتونید ما را متوجه بسازیم تا که برنامه دلچسب و بسیار مفید را بر شما تقدیم بدیم. برنامه زندگی موفق همیشه در خدمت شما است، همیشه در کوشش همی است که شما را از بودهای مختلف زندگیتان که ضرر دیدین و تا حال متوجه نشدین شما را متوجه بسازیم. هدف ما بهتر شدن زندگی، آرام بودن زندگیتان است و شخصیت شما را در جامعه در جهان معرفی کردن است که ما افغانا امروز متاسفانه من از بعض وطنداران میبینم که خارج از کشور بعض موارد بسیار کوچک را قسم واکنش نشان میدن که امو چون بسته افغانستان را بسته امو ملت خود را زیر سوال مندازه. ببینین در ایران بعضی از بعضی تمامشون رو نمیگم بعضی دوستا هستن امان رنجام میتن و یا در تاجیکستان ما خبر شدیم، در ترکیه، در کشورهای اروپایی، در امریکا بسیار محدود، چون اونجا پرسان نمیشه که بیادر تو از کدام ولایت هستی، ولایت یک ولایت افغانستان نام بند شد دگاه جور بود، اونجا ولایت ما شما را کس نمیشناسه، کشور ما شما را میشناسه، از کجا هستی؟ افغانی، افغانی کاری، چرا ما همیشه باید منفی معرفی شد؟ مثل که تاریخ فعال داشتیم، تاریخ داشتیم که در جهان حاکمیت داشتیم، ابرقدرت بودیم، امو رقم که خواستیم که بهتر باشیم و حاکمیت داشته باشیم به چهار طرف، مثل امروز بدبختانه که دیگرها بالای ما حاکمیت داره، اون مقام اصلی خود اگر میخوایم پیدا کنیم یگانه راهش اینمی است که ما شخصیت خود را، علمیت خود را، فرهنگ خود را، امو دارایی های خود را، قدرت خود را به دیگران نشون بدیم. از این یک رو ما میتونیم پس بهتر شویم، افغانستان یک افغانستان واحد شود. مثل شما دوستایی که امروز در کشورهای مختلف با زحمات زیاد مسافر و مهاجر هستین، به حالت نباشه دوباره افغان در افغانستان باشه، نیک افغان در بیرون از کشور باشه، او در صورت میشه که ما شخصیت خود را، قدرت خود را، دارایی خود را جمع بکنیم و استفاده خوب بکنیم تا که جهانیان ما را از هر بود قبول بکنه. دوستا پر حرفی زیاد نمی کنم، اگر زندگی بود متواقی موضوعات که یا سوالات که در ذهن شما می گرده که در شخصیت سازی از ما سوالات در یک بحث عمده گنجانیدیم که بتانم تمام سوالات که قبل از این ذهن شما بگردم و جواب داده بتانم، اونمو را در هفته بعدی کوشش میکنیم که برنامه دیگه هم سر شخصیت سازی داشته باشیم تا که موضوعات تکمیل و تکمیل بر شما برسیم. تا درود دیگر، بدرود، خدا نگهدار و الله نگهدار.